یک هفته من مهلت بدین، من برای شما نمیدونم ویزای فرانسه میگیرم. اینا میخوام بگم که از اول تا آخر هدف این بوده که از مقاومت، از این دژ پرشکو اشرف بکنن و این پایه رو به اصطلاح ضربهش بزنن. میخوام بگم که رژیم کور خونده، تنها چیزی که متوجه نشده از و اراده آهنین مجاهد خلقه که برای آزادی و رهایی خلقش از همه چیز خودش گذشته. واقعیت اینه که مرزبندی اصلی هر مجاهد خلق وقتی توطئه اینجوری میاد تحت عنوان خانواده، مجاهدین به طور واقعی عشق و بالاترین عشق و علاقه و عاطفه رو نسبت به خانواده دارن و آرزوشو برای همه خلقمون میکنن در سراسر جهان. وقتی دست به یه همچین توطئه کثیفی رژیم میزنه، هر مجاهد خلقی خودش رو تنظیم میکنه با مدارش و با رژیم، مدارش و با خلق و ضد خلق میبنده. همینجوری که در قرآن به وضوح اشاره کرده در سوره توبه آیات 23 و 24 که من آیه 23 رو میخونم، یعنی ای آنانی که ایمان آوردید پدران و برادران خود رو اولیا ولی قرار ندید برای خودتون، اگر چنانچه اونها کفر رو بر ایمان انتخاب کردن و ترجیح دادن. و چه کفری بالاتر از این کفر مجسم دوران ولی فقیه که آزادی و رهایی مردممون و حق حاکمیت ملت ایران رو ازش گرفته، سلب کرده و به زور و جنایت و با اون جرم جنایتی که داریم میبینیم به حکومت ننگین خودش داره ادامه میده. و هر کس که دنبال رو این رژیم پلیده نمیتونه حتی باشه بگه به اسم خانواده بیاد. مرزبندی مجاهد همون مرزبندی قرآنه. اونها ظالمن، یعنی از دیدگاه خدا کسانی که اینها رو ولی خودشون قرار میدن ظالمن.